ملک ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز سنف هفتم خوشحال هستیم که یک بار دیگر با درس زبان و ادبیات دری از برنامه مکتب خادی در خدمت شما دوستان و عزیزان هستیم خب عزیزان دلبل میرسیم در جلسه هفتم عنوان درس ما سناییست شاعر مشهور قرن ششم هجری قمری است که می‌خواهیم در مورد ایشان برای شما توضیحاتی ارائه کنیم در بخش دوم به مانند جلسات قبل در حوزه دستور زبان میپردازیم پردازیم به یک مفهوم جدیدی تحت عنوان اسم معرفه خب دوستان عزیز قبل از اینکه وارد بحث شویم کانال ارتباطی ما را در فضای مجازی دنبال کنید ارائه پیشنهادات در واقع انتقادات شما را آماده دریافت هستیم دو نو و شست و چار و هشتاد دو و پینجا و پنج این در واقع شماره ارتباطی ما با شما دوستان است خب دوستان عزیز قبل از اینکه وارد در شویم بپردازیم در کار خانگی جلسه قبل در جلسه قبل دوستان یک سوال مطرح کردیم و شما خواستیم که در جمله های زیر اسم نکره را برای ما مشخص کنید یادتان از دوستان در جلسه قبل گفتیم اسم نکره اسم نکره چی بود؟ اسم نگره به او اسمی گفته می شود که در واقع برای ما برای مای مخاطب برای مای شنونده ناشناس است نه معلوم است نه واضح است نه روشن است که ای اسم در واقع به چه شخصی برمیگرده نام دیگر اسم نکره رو ما چه گذاشیم؟ اسم ناشناس حال ما این وارد جملات میشویم و نگاه میکنیم که اسم نکره در این جملات چی میباشد خب به که دوست داشتم رفتم جمله اول جمله اول در واقع دارای یک نکره است البته دوستان یک توضیح قبلش برایتان بدهیم و او ای بود که در اسم نکره ما دو نشانه گفتیم برایش موجود است چی بود دوستان؟ گفتیم نشانه های نکره نشانه اسم نکره دو چیز بود یا گفتیم که یک حرفی یه می آید که در واقع نشانه نکره است بعد از هر اسمی که شما نشانه یه را دوستان دیدین اون می شود چی؟ یه, یه نکره و یکی دیگه می بود که قبل از او اسم یک نشانه میآید و او ایست که یک یک می آید پس یک و یک دنیا کن دوستان پس حرف یک و حرف یا هر زمانی که آمدن ما او اسم را اسم نکره میگویم خب حالا وارد سوالات و وارد مثال شدیم به شهری که دوست داشتم رفتم کدام کلمه در داخل جمله در واقع این دو نشانه را دارد کدام از متعلم عزیز؟ شاگرد عزیز؟ آفرین شهری شهری انتهایش چی دارد؟ یه, یه نکره دارد پس این میشد اولین اسم نکره ما در جمله خب مثال دوم مردم محله یک مدرسه ساختن مردم محله یک مدرسه ساختن نشانه نکره ما احسند یک از که می شود یک مدرسه اسم مدرسه کلمه مدرسه می شود اسم نکره ما و در مثال آخر افغانستان کشوری با زنانی شجاع و دلیر است یک مثال دیگر میبینیم که در این جمله دوستان ما دو دو چی داریم؟ دو اسم نکره داریم یکی کشوری است که انتهایش ختم شده در دو چی دوستان؟ ده حرف یای نکره و یکم زنانی که در واقع ای هم چیست ده حرف یای نکره مختوم شده است پس اسم نکره او اسمی است که برای ما شناسا نباشد برای ما روشن نباشد مقصود مخاطب ما معلوم نباشد اسم ناشناس را گفتیم اسم نکره دو نشانه داشت قبل از اسم نکره حرف یک می آید و انتهای اسم نکره دوستان نشانه یای نکره می آید خب شاگردای عزیز وارد درس جدید شویم و درس جدید امروز خودمان را برای شما ارائه کنیم همانطور که دوستان بر روی اسلاید میبینید درس امروز ما در مورد یک از شاعران بسیار مشهور و نامی در حوزه ادبیات دری است ایشان شخصی نیست جز ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی که با عنوان سنایی تخلص شاعری میکردن در سال 473 هجری قمری ایشان در منطقه در ولایت دوستان غزنی به دنیا میآیند. شروع تحصیلات ایشان شروع تحصیلات ابتدایی ایشان در واقع در ولادتگاه ایشان، در زادگاه ایشان که همین شهر غزنی است شروع می شود و برای تکمیل تجربیات و برای ادامه تحصیل حرکت می کند روان می شود به سمت ولایات مختلفه از جمله ولایت های مشهور او دوره که دوستان در حوزه خراسان بود این ولایت هاست بلخ، سرخص، مرو و نشابور که در واقع حرکت میکنه و به سمت این ولایت ها روان میشود بنیانگذار شعر عارفانه در قرن ششم هجری قمری یکی از نشانه های مخصوصی که برای سنای دو میتواند به تصویر کشید همیست که ایشان را به عنوان مؤسس و بنیانگذار شعر عارفانه در حوزه ادبیات دری میداند که در واقع اولین کسی که آمد وارد حوزه ادبیات دری شد شعر را در حوزه تصوف معنا کرد عرفان را وارد حوزه ادبیات کرد در واقع سنایی بود تکریم سنایی توسط مولانا و خاقانی شروانی از جمله کسایی که در واقع مد کرده ستایش کرده سنایی را کیس دوستان همین شاعر بسیار بسیار مشهور و خالق مصنوی معنوی مولانا جلال الدین محمدی بلخیس اشان دو نفر را ستایش کرده یکی اتار است و یکی دیگر دو سان سنایی است گفته در واقع اتار به منزله روح انسان میماند و سنایی به منزله چشم انسان و ما به دنبال روح و چشم هستیم خاقانی شروانی که میدانید مهمترین قصیده‌ای که اشان در شروان میگوید به دستور شروانشاه شاکی کیست همین قصیده مشهور ایوان مداین است که در واقع ایشان می سرائد. از جمله کسانی که در حوزه مداح برای سنایی بیان می شود خاقانی شروانی است و ایشان در سال 545 هجری قمری در زادای خیش از دنیا می خب در حوزه تقسیم بندی دوره های زندگی صنایع دوستان می توانیم بگوییم که ادوار زندگانی ایشان به دو دوره مستقل تقسیم می دوره اول دوره مت شاهان است که در ابتدا سنایی در منطقه خود در غزنه به متح شاهان غزنوی میپردازد و شاعرانی که در واقع در دربار هستند اشعاری را میگفتند برای دریافت سله برای مت پادشاهان که از جمله ای شاعران کسی نیست جز سنایی سنایی در واقع به مانند نیاکان خود به مانند کسانی که در حوزه نامی بودند از جمله که دوستان انصوری انصوری بلخی و فروخی سیستانی این دو شاعر نامدار بودند که در حوزه مدح شاهان در واقع قدم های بسیار مستکمی را برداشتند به طوری که میتوانیم بگوییم که انصوری بلخی عنوان ملک و در دوره در واقع سلطان محمود غزنوی را در دربارشان کسب میکند سیستانی نیست از جمله کسانی که در این زمینه بسیار شهرت دارد این دوره اول در واقع است بعد وارد دوره دوم می شود چطور وارد دوره دوم می شود میگویند زمانی که صنای از غزنه حرکت میکند. می کند وارد بلخ می شود مدتی در بلخ ساکن است و از آنجا وارد چی می شود دوستان وارد حوزه در واقع در واقع ستایش خداوند تبارک و تعالی میکردن واسطه از چیز ایست که اشان وقتی که کعبه میروند به حج مشرف میشوند خانه خدا را میبینند دوچار یک انقلاب درونی میشود و یک تغییر حاصل میشود در اشان که توبه میکند در کنار خانه خدا در جوار خانه خدا از خداوند میخواهد که گناهان گذشتهش را که مت بادشان بود ببخشد و تنها تا انتهای عمر با خود و خدای خود عهد میبندد که فقط و فقط خدا را در واقع مدح و ستایش کند و مدح و ستایش انجام بدهد و شعر در این دوره شو که تقلیدی نیست در واقع متی که در حوزه قصیده در مورد خدا بیان میکنند ولی هیچ گونه تقلید در شاعران گذشته انجام نمیدهندشان خب در حوزه آثار سنای دوستان وارد که آثاری که مربوط به سنای هست به طور کلی به دسته ها تقسیم شد مهمتن اثر ایشان کتاب حدیقه طول حقیق است یک کتابی است ارفانی با رمز و رموز بسیار بسیار زیبای ارفانی که ایشان بیان میکند این کتاب بین پنج هزار تا دوازه هزار بیت دوستان در واقع در داخل ای کتاب گنجانده شده است کتاب بعدی طریق تحقیق است یک کتاب است که به مشابه کتاب حقیقت الحقیقه سنایی نوشته می شود و در زمره آثار ارفانی است که در قالب قصیده بیان شده البته مصنوی های فراوانی در این کتاب از ایشان گفته شده است کتاب بعدی سیر العباد ال المعاد است زمانی که سنایی وارد سرخص می شود این کتاب را در منطقه سرخس می یک کتاب بسیار زیبایی است نزدیک 700 بیت دارد باز هم در حوزه کتاب عرفانی است اشعار عارفانه را ایشان بیان میکند کارنامه بخ از نامش مبرهن و واضح و روشن است که در واقع در منطقه بخ توسط صناعی ذکر شده است و اشان نزدیک 500 بیت در حوزه اشعار عارفانه در کتاب نوشته است نامه هزار بیت دارد کتابی بسیار بسیار زیبا و در واقع اشعار بسیار زیبا و نقض و دلکش در این کتاب از این شاعر نامی در واقع گنجانده شده و آورده شده است و کتاب آخر اقلنامه است اقنامه نیز مانند اشنامه است که در واقع یک کتاب بسیار زیبا دلکش و شنیدنی است خب دوستان گفتیم که بنیانگذار شعر عارفانه کیس سنایی غزنوی است حالی نمونه اشعارشان رو دوستان چند نمونه برای تا ذکر میکنیم تا با اشعار و سبک شعری ایشان بیشتر آشنا شوید خب اشان در جای اشاره میکنند و میگویند که منشین با بدان که صحبت بد گرچه پاکی تو را پلید کند آفتابی بدین بزرگی را پاره ابر ناپدید کند نگاه کنید دوستان این در نتیجه همنشینی و مصاحبت با دوستان است که میگوید که هر چقدر دوست تو آدم خوبی باشد رفیق تو اندیوال تو انسان بسیار خوبی باشد تو نیز مانند او هستی اگر دوست تو آدم بدی باشد تو نیز مانند او بد میشوی یا مشهورترین در واقع شعر که تحت عنوان ملکاس و شعر بسیار زیبا شنیدنی و قشنگ است که ابیات نخستین ای شعر این گناه بیان میکند ملکا ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی خدایی نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم همه توحید تو گویم که به توحید سزایی لب و دندان سنائی همه توحید تو گوید مگر از آدش دوزخ بودش روی رهایی نگاه کنید دوستان شعر بسیار زیبایی است در مت و ستایش خداوند تبارک و تعالی از این شاعر نامدار قرن ششم هجری قمری وارد بخش دوم شدیم دوستان بخش دوم ما در حوزه قواعد دستوری است در جلسه قبل در مورد چی صحبت کردیم دوستان در جلسه قبل در مورد اسم نکره آموختیم که اسم نکره یا اسم ناشناس اسمی بود که برای مخاطب و شنونده معلوم مبرهن و واضح و روشن نباشد حالی در ادامه اون اسم متقابل اسم ضد او را میشناسیم اسم ضد او چیست اسم ضد او را میگویند اسم معرفه اسم معرفه در واقع یک تعریفی دارد به این عنوان اسمی است که برای مخاطب و شنونده معلوم و معین باشد نام دیگر اسم معرفه را ما اسم شناسا یا اسم شناس میگوییم که برای مخاطب روشن است که مقصود ما از این شخص از این شی از این چیز چه چی میباشد به طور مثال میگوییم که سنائی شاعر بزرگ افغانستان است در مورد سنائی ای درس و ای جلسه توضیح دادیم حال میگوییم سنائی شاعر بزرگ افغانستان هست سنائی یک اسم معرف است چرا؟ چون ما میشناسیم که یک شاعری در قرن ششم هجری قمری در منطقه غزنه به دنیا آمد و حاوی از آثاری دست بودند. دوم چه دو سال میگوییم افغانستان افغانستان رو میگوییم یک اسم معرفه است چرا چون برای ما شناخته شده است که ما در جغرافیای کره زمین در کشور زندگی میکنیم به نام افغانستان که نسبت به او شناخت داریم خب عالی دوستان میاییم انواع اسمهای معرفه را برای شما توضیح میدهیم چه اسمهایی در حوزه ادبیات دری در زمره اسمهای معرفه قرار میگیرند یک زمیرها تمامی زمیرها دوستان زمایر متصل زمایر منفصل زمایر مشترک همه زمایری هستن که در حوزه چی هستن دوستان در حوزه اسمهای معرفه هستن اسمهایی که برای ما شناس هستن خب این زمایر کدام ها بودن زمایر در واقع منفصل ما من تو او ما شما آنها زمایر متصل نیست همینطور زمیرهای مشترک دوستان خود خش خشتن این زمایر همه همه هستند هستن اسمهای معرفه هستند که برای ما شناسن دوم اسمهای خاص اسمهای خاص کدام اسم هستن دوستان؟ اسمهای خاص اسمهایی بودن که برای یک شهر خاص برای یک کشور خاص برای یک ولایت خاص برای یک انسان خاص وضع شده باشد به طور مثال گفتیم سنایی یک اسم خاص است که برای یک شاعر بیان شده افغانستان یک اسم خاصه غزنین یک اسم خاصه کابل یک اسم خاصه قندهار یک اسم خاصه ای اسامی اسامی خاص هستند. اسم انسان ها به طور کلی اسامی انسان ها همه همه اسم های خاص هستند که برای یک شخص خاص وضع شده است خب در کنار این میگویم دوستان اسم مضاف به اسم خاص یا زمیر از آنجایی که اسمهای خاص و زمایر چی بودن دوستان اسمهای معرفه بودن این دو نوع اسمهای خاص بودن حال ما ار وقت یک اسم نکره را دیدیم که در کنار اسم اسمهای معرفه اضافه شدن او اسم جدید هم میشود اسم معرفه به طور کلی مثال می آوریم دوستان میگوییم که قلم مسعود ما میدانیم که مسعود یک شخص است یک اسم خاص است حال قلم برای ما یک اسم نکر است نمیدانیم که کدام قلم است چه نوع است چه رنگ است چه شکلی هست حال وقتی میگویم قلم مسعود یعنی میگویم قلمی که متعلق به مسعود است و این اسم شود اسم معرفه بعدی دوستان مشارون الی هست مشارون الی در واقع اسم هایی که بعد از اسم اشاره ذکر میشد هر وقت ما دوستان یک اسمی را دیدیم که بعد از اسم اشاره آورده شده باشد او را میگوییم اسم چی دوستان اسم معرفه اسم های اشاره چی بودن این و آن در واقع چی بودن دوستان اسم های اشاره بودن که در زبان و ادبیات دری از اونها استفاده میشد این درس می شود کلمه دست در واقع چی؟ یک اسم معرفه آن نویسنده نویسنده می شود یک اسم معرفه چرا؟ چون قبلش یک مشارون الهی آمده تحت عنوان اسم اشاره آن و نکته آخر دوستان تکرار یک اسم هر زمانی که یک اسم دوباره برای ما تکرار شود دوباره و دوباره و دوباره برای ما تکرار شود او اسم برای ما معرفه می شود اسم معرفه رو گفتیم که اسمی است که برای ما آشنا باشد به دور مثال دوستان نگاه کنید میگم دیروز کتاب خریدم خب این کتاب برای ما روشن نیست برای ما یک اسم نکره است که این کتاب چه کتابی است حال میگویم کتاب را نزد خواهرم گذاشتم کدام کتاب را همان کتابی که دیروز خریدم در نزد خواهرم گذاشتم کلمه کتاب در جمله دوم میشهد اسم معرفه چرا میشد معرفه چون تکرار شده است خب دوستان عزیز میرسیم در بخش آخر که کار خانگی است کار خانگی جلسه آینده شما چیست؟ جمله دادیم برای ما مشخص کنید که اسمهای معرفه و نوان در مثالها و مساقهای زیرا بلخ ولایت تاریخی است این شعر را دوست دارم و من به معلم خود نامه نوشتم نگاه کنید دوستان سه جمله ذکر شده است اسم های معرفه را اولا مشخص میکنید و با توجه دوستان به او دسته بنده ای که در اسلایت های قبلی برایتان انجام دادیم برای ما مشخص کنید که اسم معرفه از کدام نوعش میباشد خب دوستان و متعلمین عزیز و گرامی در پایان جلسه امروز رسیدیم مانده نباشید کانال ارتباطی ما در فضای مجازی را دنبال بکنید دو صفر نوصد 255 چیل کانال ارتباطی ما با شما عزیزان است آماده دریافت هر نوع ارائه پیشنهادات در واقع نکات جدید برای ما هستیم عزیزان مانده نباشید تا جلسه بعد خدایا و نگهدارتان